درود بر شما ایرانیان میهن پرست باز هم در خدمت شما هستیم با چند خبر مهم در این ساعت در ابتدا میپردازیم به تشکیل گروه ضربت 39 در سنت برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی در آبراهای بین المللی ویدیویی داریم از راهکارهای خمینی برای براندازی حکومت‌های دیکتاتوری در خبر بعدی به شهادت یک فعال سیاسی درباره تجاوز جنسی به زنان زندانی خواهیم پرداخت. و در انتها به کمبود بنزین بعد از کمبود گاز در ایران می پردازیم. پس تا انتها با ما همراه باشید. دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید تشکیل گروه ضربت سیانو در سنتکام برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی در آبراهای بین المللی ژنرال مایکل کوریلا فرمانده ارشد نیروی آمریکایی در خاور میانه تاکید کرد که روابط نظامی عربستان و آمریکا بسیار قوی و برای صلح و امنیت دائمی در خاورمیانه میانه ضروری است به گزارش الشرق ژنرال کوریلا توضیح داد که این مرکز روی پروژه هایی برای همکاری مشترک با کشورهای خاور میانه علیه تهدیدات مشترک و یک پارچه سازی سیستم های دفاعی کار می کند سنتکام اخیرا سه گروه ویژه دفاعی ایجاد کرد است. گروه ضربت 59 گروه ویژه 99 و 39 که هر کدام مسئولیت خاصی بر عهده دارند طبق توضیحات کوریلا گروه ضربت 39 شامل ناوگانی از وسایل نقلیه زمینی بدون سرنشین همراه با وسایل نقلیه زمینی سرنشین دار است و ماموریت آن حفاظت از پیاده نظام است این گروه همچنین به دنبال استفاده از فناوری جدید برای مقابله با پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی و تامین امنیت آبراهای استراتژیک و محافظت از کشتی های تجاری در آبهای خاور میانه است برخی منابع گزارش دادند همکاری های منطقه اسرائیل و همچنین عربستان سعودی یا سنتکام افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است با افزایش فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی مقامات و رسانه های حکومتی بار دیگر موضوع بسته شدن تنگه هرمز و توقیف کشتی های تجاری خارجی را مطرح کردند اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیرا در یک سخنرانی مقاومت را از اصول تاکید شده در دین اسلام دانست و گفت آمریکایی ها مرد میدان جنگ نیستند و صحنه اصلی را باخته دشمنان اصلی هم دشمنهای جنایتکار و رژیم صهیونیستی هستند و بقیه مانند عربستان توفاله هستند و ارزش دشمنی ندارند و کمترین هستند اما دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید ما به دنبال بستن تنگه هرمز نبودیم و نیستیم اما اما اگر زمانی تنگه هرمز را به روی کشتی های ما ببندند اجازه نمی دهیم هیچ کشتی از خلیج فارس خارج شود. راهکارهای خمینی برای تغییر نظام عراق که به درد امروز مردم ایران میخوره خمینی خودش هم بهترین گزینه ها رو برای عبور از هر حکومت دیکتاتوری اعلام کرده گوش کنیم و اجرا کنیم داپیمانی کنید منفجر کنید جایی را که مال دولت است و اون طوری که در ایران عمل میکردند و حالا عمل میکنند شما رها کنید اینها را اگر توانید بخوشید اینها را سلاح را در مقابل شما قرار بیدید و بخوشید اینها را و اگر دستتون هم به این رسد به اینها رها کنید و اعراض کنید از ای در ایران جای شما در ایران غاز است و کشور ایران خانه خود شماست بیایید در اینجا ما از شما هم پذیرایی میکنیم هم خدمت به شما میکنیم شما هم قیام کنید الان این آدم مشغول است به ایران شما از پشت خنجر بهش بزنید قیام کنید اتصاب کنید راه کنید برای خلالش مگه میتونن قتل عام بکنن وقتی همه شهرهای عراق راه پیمایی کردن بر زده او، و منطقشون هم این بود که تو داری با اسلام مخالفت میکنی برای خدا برای اسلام راه پیمایی کنید اقتصادش را فلج کنید ندید مالیات بهش حرام است دادن مالیات به این از گناهان کبیره است برای اینکه اعانت بر یک کسی است که بر خلاف اسلام است و پول آب و برق را ندید چیزای دیگر را که میخوان ندید زیر برید و تظاهرات بکنید و راه پیمایی بکنید محکوم کنید او را نمیتوند با یه ملت طرف بشه نرگس محمدی شهادت میدهم برخی از بازداشت شدگان مورد تعرض قرار گرفتند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی تیگه نامی از زندان اوین تعرض به زنان معترض را از جنایات حکومت توصیف و تاکید کرده که افشا نکردن آن موجب تداوم این شیوه سرکوبگرانه علیه زنان می شود. در این نامه به جزئیات تازه از آزار جنسی و فیزیکی زنان بازداشت شده در اعتراضات سراسری اشاره شده است. این فعال حقوق بشر شهر نوشته با وجود اینکه افشای این تعرضات می موجب ارعاب خانواده ها شود اما می بایست تعرض به زنان فعال و مبارز و معترض در ایران را به شکل گسترده و قدرتمندی در سطح جهانی بازگو کرد تا با افشای آن عامل و با باعث توقف آن شویم او نه تنها جزئیاتی از تعرض و آزار جنسی چند معترض زن منتشر کرد بلکه شهادت داده خود او به عنوان یک زن فعال مدنی که برای گزار مسالمت همیز مردم از حکومت دینی و استبدادی و زن ستیز تلاش می کند تلخ تعرض به زن را در سه دی 1398 در زندان اوین چشیده نرگس محمدی در بخش دیگری از این نامه شهادت داده گروهی از زنان که از سلول های انفرادی بازداشگاه های غیر رسمی و زندان های دیگر به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شده اند روایت های تکان دهنده ای از آزار جنسی داده اند او همچنین گفته آثار شکنجه و خشونت جنسی را بر بدن زنان بازداشت دیده و افزوده با وجود گزارش کردن این موارد به مسئولان مربوطه هیچ گونه پیگیری از ها صورت نگرفته جمهوری اسلامی ایران تجاوز و آزار جنسی زنان در بازداشتگاه ها را رد کرده است کمبود بنزین بعد از کمبود گاز بحران انرژی در ایران با وجود ذخایر ارزنده در روزهای گذشته خبرها و تصاویری از صف طولانی رانندگان مقابل پمپ بنزین ها و کمبود بنزین منتشر شده است وزارت نفت جمهوری اسلامی این اخبار را شایعه دانسته اما آخرین گزارش ها حاکی از کمبود دو یک میلیون لیتری بنزین در کشور حکایت دارد کمبود بنزین اما از سوی فعالان سنفی تایید شده اسدالله قلی رئیس سنف جایگاهداران کشور برگفته که توزیع طی چند روز گذشته در برخی مناطق تهران انجام شد و مجددا قطع شده ولی تلاش ها برای برقراری مجدد توزیع این فرآورده ادامه دارد جایگاه داران هم روزانه درخواست خرید و ارسال بنزین سوپر را انجام می دهند رئیس سنف جایگاه داران کشور توضیح داده که طی دو ماه گذشته به دلایلی از قبیل تعمیرات پالایشگاه و افزایش مصرف بنزین معمول و یورو چار که ظرفیت پالایشگاه را در اختیار تولید این دو فرآورده قرار داد شاهد کم بوده بنزین سوپر در کشور شدیم به گفته اسدالله قلیزاده در این شرایط هم بخشی از مردم زیان میبینند و جایگاهداران هم با زیان ناشی از عدم نفت هزینه های جاری و صفها و شلوغی مواجه هستند در این شرایط استفاده از بنزین یورو چهار که کیفیت مناسبی دارد و یا بنزین معمولی میتواند جایگزین باشد اکبر نجاد علی اکبر نژاد علی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی نیز اعلام کرده که در حال حاضر در حوزه بنزین و هم نفت و گاز تولید و مصرف متوازن نیست 102 میلیون لیتر در روز تولید بنزین و 103 میلیون لیتر مصرف می کنیم علی اکبر نژادعلی گفته که امسال برعکس سالهای گذشته نه تنها مصرف بنزین در زمستان کم نشده بلکه برخی روزها از حد میانگین نیز میزان مصرف بالاتر رفته که همین موضوع چالش برانگیز است از مردم می خواهیم در مدیریت مصرف و صرف جویی در انرژی خصوصا بنزین و نفت و گاز یاری کنند تا توزیع به نحو احسن کماف سابق ادامه پیدا کند در این میان خبرهای غیررسمی نیز افزایش قیمت بنزین در شبکه های اجتماعی دست به دست میشد، اما مقامات دولتی اعلام کردند هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرورده های نفتی ایران با وجود شایعاتی در فضای مجازی در خصوص افزایش قیمت بنزین اعلام کرده که قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد و با توجه به فعالیت تمام پالایشگاههای کشور تامین آن نیز پایدار است. کمبود بنزین در روزهای گذشته چالش جدید وزارت نفت بعد از کمبود گسترده گاز در زمستان امسال است. طی هفته‌های گذشته خبرهای زیادی از قطع یا سهمی بندی گاز صنایع منتشر شده. با سرد شدن هوا دولت با کاهش سهمیه گاز بخش صنعتی تلاش دارد گاز بخش داخلی با قطع و افت فشار روبرو نشود. تمامی ادارات، نهادها، سازمانها و بانکهای استان گیلان روز پنجشنبه اول دیماه ماه 1401 به دلیل کمبود گاز در این استان و با دستور استاندار گیلان تعطیل شدند. اسدالله عباسی استاندار گیلان با ارائه توضیحاتی در این باره گفته که درباره تعطیلات ادارات استان در هفته های آینده نیز به زودی تصمیم گیری می شود. او گفته در حال حاضر میزان مصرف گاز خانگی استان بین 13 تا 18 میلیون متر مکعب است و مردم باید 10 درصد مصرف را کاهش دهند و ادارات و سازمان ها و نهادهای موتورخانه ها را خاموش کنند تا مصرف خانوار و صنعت دچار مشکل نشود. روز 22 آذر بهرام صبحانی رئیس انجام مان تولید کنندگان فولاد ایران طی نامه ای به مدیرامل شرکت ملی گاز اشاره به تبعات محدودیت های تامین گاز زنجیره فولاد به ویژه در کارخانجات تولید کننده آهن اسفنجی خواستار اصلاح فوری این محدودیت ها در راستای کاهش آسیب وارده به تولید فولاد کشور شد همچنین بر اساس اعلام سازمان بورس نماد فسبزوار را می اولین شرکتی دانست که در طی اطلاعی از توقف تولیدات خود به دلیل قطع گاز خبر داد دبیر انجمن سیمان نیز پیشتر از بحران در تولید سیمان به دلیل قطع گاز کارخانه ها خبر داده و گفته بود که گاز بیش از پنجاه کارخانه سیمان به صورت تقریبی قطع شده از سوی دیگر برقه واحدهای تولیدی نیز به تدریج دچار محدودیت شده اند خب عزیزانم ممنونیم که تا انتهای این بخش خبری با ما بودید تا بخش خبری دیگه و خبرهای داغ دیگه شما رو به ایزده یک تا میسپاریم بدرود <applause>